یکی دیگه از نکات خیلی مهم اثر نثر پخته و روان و زیبایی اثر هست. من وقتی واقعا مقدمه و بعض بخش های کتاب رو میخوندم، پایان نامه رو میخوندم، آدم مسحور همون نثر زیبای استاد میشد. هر حال پایان نامه و کتاب و این تحقیق در قالب پایان نامه منتشر شده و اگر خواسته باشند که خانواده جناب استاد و از جمله فرزند برومند و جناب خلیل جان مصری خواسته باشند این پایان نامه تبدیل به کتاب کنند، یک سری تغییراتی باید در کتاب به وجود بیاید. بعضی به نظر من ضرورت هست که بعضی تغییرات و کارهای در ما انجام بدیم. مثلا کتاب کلن وقتی آمدن هر دوره یک بحث داشتن و تحلیل داشتن، در نهایت یک نتیجه گیری از دوره ملوک غور و سبک ادبی اونها ارائه نشده و همچنین از دوره آلکرت هم نشده و یک مقایسه اینها در نهایت مقایسه هم نشدن که به نظر من نیاز هست که اگر ما خواسته باشیم راجع به این کار، اگر خانوادهشان خواسته باشن کاری انجام بدن، ضرورت هست که در اون قسمت هم یک نتیجه گیری به بحث اضافه بشه و به لحاظ ساختاری هم فکر میکنم که یک ساختار پایان نامه ای و دانشگاهی داشته و ضرورت هست که در اون ساختار هم تغییرات بیاید. فصل سوم و فصل چهارم کتاب شباهت بسیار نزدیک به هم داره که به گمان من تفاوت خیلی زیاد نداشتن، یعنی بحث کلیات درباره شعر و شاعری و خصوصیات کیفی شعر میشه که اینها با هم برحال مخلوط و ممزوج کرد. هر حال ما به عنوان یک پیشنهاد برای خانواده استاد و همه فرنگیانی که در اینجا حضور دارن، یک پیشنهادی هست که یکی از آثار بسیار مقتنم در حوزه زبان و ادبیات فارسی و به ویژه دوره ملوک غور و دوره آل کرد هست. ضرورت چاپ ای اثر محسوس هست، ما ضرورت داریم تا حال چنین تحقیق انجام نشده. مؤسسه پژوهشی وایسان غور که در دوره راجع به ملوک غور و آل کرد کارهای انجام داده، علاقمند کار در این حوزه هست. در صورتی که باز خانواده علاقمند باشند میشه که در این قسمت صحبت داشته باشیم و ما این انجام بدیم. یک سوالی هم که به نظر من رسید که من در پایان صحبت‌های خود مطرح کنم، می‌خواستم از جناب خلیل جان نصری پرسان کنم که آیا هیچ وقت جناب استاد در رابطه به این پایان نامه خود بحث و صحبت با شما نداشتن؟ علتی که چرا فرصتی نشد که به صورت کتاب چاپ بشه؟ آیا پس از این که نوشته شده بود کدام تحریر دیگه یا تغییرات در این کتاب به وجود آوردن یا نیاوردن؟ در این قسمت اگر در پایان صحبت ها بحثی داشته باشند ما ممنون میشیم. به هر حال جناب استاد ارزش و جایگاه ویژه در تاریخ ادبیات فارسی افغانستان دارا هستند. ما هم به عنوان یک مؤسسه تحقیقی حاضریم، چنان که جناب دکتر سب شعور اشاره داشتند، و ما حاضریم آنچه که در توان ما باشه در قسمت آماده سازی کتاب و نشر کتاب تحت نظر بزرگان مثل جناب پروفسور صاحب رحیم و دیگه بزرگواران کاری که از توان ما باشه انشالله در قسمت انجام بدیم. ما هم چنانچه اساتید اشاره فرمودن، جای خالی چنین فرهنگ در افغانستان واقعا محسوس هست و ما ضرورت به نشر اثر داریم. ما کارهایی هم در قبال معرفی استاد داشتیم در دومین شماره نامه بایسون غور که حدود یک ماه پیش منتشر شد. نخستین کسی که ما زندگی نامه کامل و اضافه معرفی آثار اونها ارائه کردیم در این کتاب نامه بایسون غور که منتشر شده در بخش اخیر از این، نخستین کسی که نامشان آمده در بخش تازه در گذشتگان، دکتر سید نصری اخشناس هستن که همراه با تصویر اونها در مجله منتشر شده که نسخه پی دی اف و الکترونیک نامه بایسون غور در وبسایت ما با نام بایسون غور در دسترس دوستان هست. بسیار تشکر میکنم. تشکر از شما جناب دکتر صاحب خلیل الله افضلی. واقعا شما زیبا، شیوا و پرمحتوا صحبت نمودید. ما فیض بردیم. شما زنده و سلامت باشین.